سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. ریال مادرید با کالانجلوتی یک بار دیگر در اولین بازی سال میلادی خود شکست خورد. در 19 هفته ای که از لالیگا سپری شده 33 بازیکن مختلف از بارسا فرصت حضور در میدان را پیدا کردند. رئیس باشگاه بارسا در مراسم معارفه فران توریس احتمال جذب ارلینگ هالند در تابستان را امکان پذیر دانست. ریال مادرید روز گذشته در اولین بازی سال جدید میلادی برابر خطافه شکست خورد. شاید بدبین ترین هوادار ریال هم تصور نمیکرد که دومین شکست فصل تیم محبوبش برابر خطافه رقم بخورد، اما اشتباه بچگانه ادیر میلیتائو در نیمه اول منجر به تک گل بازی شد و تلاش های ریال هم برای زدن گل تساوی نتیجه ای نداشت. ریال مادرید اما همچنان با اختلاف صدرنشین لالیگا است و فعلا تنها سویا را بزرگترین تهدید کننده خود میبیند. اگر امشب سویا بتواند در زمین کادیز برنده شود، با یک بازی کمتر فاصله با ریال را با 5 امتیاز کاهش خواهد داد. ریال پس از 15 بازی متوالی شکست ناپذیری به خطافه رسیده بود و آخرین بار در زمین اسپانیول شکست را تجربه کرده بود. اتفاق مشابه را در اولین مقطع حضور کارلو آنجلوتی روی نیمکت ریال مادرید شاهد بودیم. کالتو در دومین فصل حضورش در ریال پس از 22 برد متوالی و در روز 4 جنوری 2015 در مستایا برابر والنسیا شکست 2-1 را تجربه کرد و همان شروعی بود بر افت کهکشانی‌ها. رئال مادرید صدر نشین بود ولی ماه فوریه جای خود را به بارسا داد و دیگر نتوانست به صدر برگردد و دستش از لالیگا و نیز لیگ قهرمانان خالی ماند. رئال مادرید فصل گذشته نیز زمستان خوبی نداشت و حتی با شکست برابر آلکویانو از کوپا دل ری کنار رفت. بازی بعدی ریال برابر همین تیم در کوپا دل ری است و فرصت برای گرفتن انتقام شکست سال قبل را دارد. رئال مادرید از همین بازی اوج میگیرد یا خاطرات تلخ زمستان 2015 برای کالتو تکرار خواهد شد. رئال مادرید به طور کلی در دیدار دیروز عملکرد امیدوارکننده ای ارائه نداد. آنها در بخش‌های مختلف زمین نمایش خوب از خود ارائه ندادند و همین موضوع باخت تلخ لاس بلانکوس را در پی داشت. اما با وجود نمایش بد ریال، ستاره 36 ساله این تیم یعنی لوکا مودریچ یک بازی عالی دیگر را نشان داد. مودریچ یکی از مهمترین ارکان موفقیت ریال مادرید در سال‌های اخیر بوده و در این سن و سال هم هیچ نشانه از افت در بازی او دیده نمی‌شود. در همین راستا مارکو نیز به تمجید از عملکرد ستاره کروات ریال مادرید پرداخته و تاکید کرده که با وجود بازی بعد تیم کارلو آنجلوتی مقابل خطافه، مودریچ عالی عمل کرد و تمام توان خود را به کار گرفت. موضوعی که یک گام دیگر او را به تمدید قرارداد یک ساله با ریال مادرید نزدیک کرد. بارسلونا شب گذشته در زمین مایورکا با برتری 1-0 دست یافت و به رتبه پنجم لالیگا رسید. در بازی دیشب بارسا غایبان زیاد داشت و جاوی مجبور شد از چند بازیکن تیم دوم باشگاه دعوت کند. این بازی که با گل لوک دیانگ به سود بارسا تمام شد، دو بازیکن توانستند اولین بازی رسمی خود با پیراهن آبی ناری ها را انجام دهند. آلوارو سانز و استانیس پدرولا بازیکنان بودند که افتخار اولین بازی رسمی برای بارسا نصیبشان شد. با این ترتیب با به میدان رفتن سانز پدرولا بارسا فصل جاری در 19 بازی لالیگا 33 بازیکن خود استفاده کرده که در نوع خود جالب توجه است. مصدومان بسیار و اخیراً شیوه کرونا در اردوی بارسا باعث شده تا این تیم مجبور به استفاده 33 بازیکن مختلف تا به این جای فصل شود. هم رونالد کومان و هم جاوی فصل جاری به بازیکنان جوان و بعضن گمنام میدان دادند که برخ چون گاوی به صورت پیراهن تیم ملی اسپانیا را نیز برتن کردند. نیکو، گاوی، بالده، عبده، ژوتگلا، سانز، الیاس و پدرولا بازیکنان هستند که فصل جاری از تیم جوانان دوم باشگاه به تیم اول رسیدند. همچنین باید بازیکنان چون آنتوان گریزمان، امرسون و اگبرو را هم اضافه کرد که دیگر در عضویت بارسا نیستند. گریزمان در ابتدای فصل برای بارسا به میدان رفت و سپس روی اتلتیکو شد. امرسون به تاتنهام رفت و اگبرو هم به دلیل بیماری از فوتبال کنارگیری کرد. با زودی شاهد حضور دانی آلویز، فران توریس و احتمالاً موراتا هم در ترکیب بارسا خواهیم بود تا تعداد بازیکنان که فصل جاری برای بارسا به میدان رفتند از عدد 33 هم فراتر برود. چند پیش بود که بعد از کسب چند نتیجه ضعیف صبر سران باشگاه بارسا به پایان رسید و آنها رونالد کومان هالندی را پس از تقریبا 1.5 سال حضور روی نیمکت این تیم برکنار کردند. در واقع در ابتدای فصل نیز بسیاری پیش بینی چنین روزهایی را برای مرد هالندی می‌کردند و نهایتاً بعد از شکست سنگین بارسا مقابل رایو وایکانو این اتفاق رخ داد. بعد از برکناری کومان، از ژاوی هرناندز به عنوان اصلی ترین گزینه سران بارسا بر عهده گرفتن هدایت این تیم نام برده شد. در ابتدا باشگاه قطری السعد با جدای جاوی مخالفت کرد، اما نهایتاً هر طوری که بود توافق بین دو طرف حاصل شد و سرمربی جوان اسپانیایی در یک سمت جدید به نیوکم بازگشت تا این تیم را از شرایط به وجود آمده خارج کند. قابل پیش بینی بود که جاوی کار آسان در پیش رو نداشته باشد و همین گونه هم بود، چرا که بارسا همچنان پر فراز و نشیب نشان میدهد. اما آمار این مربی جوان به مراتب امیدوار کننده تر از کومان بوده است. با برد دیشب برابر مایورکا، جاوی تا به اینجا در 7 بازی لالیگا هدایت بارسا را بر عهده داشته که حاصل آن 4 پیروزی، 2 تساوی و 1 شکست بوده است. همچنین کومان در این فصل از 30 امتیاز ممکن 15 امتیاز با بارسا کسب کرد، در حالی که جاوی از 21 امتیاز ممکن 14 امتیاز به دست آورده است. مراسم معارفه فران توریس به عنوان بازیکن جدید بارسا ساعت پیش در نیوکم برگزار شد. در این مراسم خوان لوپورتا رئیس باشگاه نیز حضور داشت و در نشست خبری پاسخگوی سوالات خبرنگاران شد.
لاپورتا خیلی زود با سوال درباره جذب احتمالی ارلینگ هالند روبرو شد و گفت: درباره فران توریس ما کار انجام دادیم که سابقا نداشت، یعنی قبل از این که بتوانیم نام او را وارد فهرست کنیم اقدام به جذبش کردیم. از حالا روی فصل بعد در حال برنامه‌ریزی هستیم و این وظیفه و دین ما به هواداران است. هالند هر چیز امکان پذیر است و اطمینان دارم که همه چیز خوب به پیش خواهد رفت. دوست ندارم مشخصا درباره بازیکن خاص حرف بزنم و این به سود ما نیست، چرا که ارزش بازیکن در بازار را مضاعف میکند. هر جا مربی صلاح بداند تیم را تقویت خواهیم کرد. بارسا یک گلگوی جهانی است و سعی ما در تقویت تیم خواهد بود. معتقدم خیلی زود شاید بازگشت بارسا به سطح اول فوتبال اروپا خواهیم بود. میخواهم فصل بعد تیم رقابتی و مدعی برای همه جامها ببندم. جاوی از من درخواست جذب توریس را داشت و او اینجاست. تیم در مرحله بازسازی است و هر چیز ممکن خواهد بود. دنیا بداند که بارسا در حال بازگشت به روزهای خوبش است و هر بازیکن بزرگ همین حالا هم دوست دارد برای ما بازی کند. البته باید ابعاد ورزشی و اقتصادی را در نقل و انتقالات مد نظر داشت. با خوبی برنامه‌ریزی کردیم و همه چیز ممکن خواهد بود. دیشب برابر مایورکا برنده شدیم و دوباره در لالیگا خودمان را مطرح کردیم. سوپرکاپ و کوپا دل ری را پیش رو داریم و در هر دو جا مدعی قهرمانی هستیم. در لیگ اروپا نیز مدعی خواهیم بود. مشکل در ثبت نام فران توریس. او یک خرید بسیار خوب برای ما محسوب می شود و خودش هم تمایل زیاد برای حضور در بارسا داشت. خیلی ها تلاش کردن این انتقال نهایی شود. جوردی کرایف آلمانی مدیر برنامه های فران توریس و غیره، بازار زمستانی همیشه پیچیده و سخت است. امروز و فردا نام دانیال ویز وارد فهرست می شود و امیدوارم نام توریس هم هر چه زودتر ثبت شود. نیاز هم به پول بنیاد سی وی سی یا اسپانسر پیشنهادی لالیگا برای نقل انتقالات نداریم. باشگاه به اندازه کافی قرضداری دارد و نمی خواهیم این قرضداری ها را در دراز مدت بیشتر کنیم. به پول پیشنهادی این بنیاد نیاز نخواهیم داشت. توریس درباره استحال خود از پیوستن به بارسا گفت: روزهای بسیار خاص برای خودم و خانواده ام است. از بارسا به نهایت ممنونم و امروز از بودن کنار هواداران لذت بردم. بیتاب اولین بازی ام برای بارسا هستم. جدای از سیتی، قبلا گفته بودم که دوست دارم روز به فوتبال اسپانیا برگردم و برای یکی از باشگاه‌های بزرگ آن بازی کنم. پیشنهاد بارسا که رسید دیگر فکر نکردم. این یک فرصت بزرگ و ایده‌آل برای من است. پست بازی من یک مهاجم هستم و پست محبوبم بال راست است، اما هر جا که جاوی صلاح بداند بازی خواهم کرد. مصدومیت دیگر مصدوم نیستم و بهبودی کامل پیدا کردم. معتقدم میتوانم در سوپرکاپ برابر ریال مادرید به میدان بروم. خداحافظی با گواردیولا این یک موضوع شخصی است. از پپ گواردیولا بسیار ممنونم و چیزهای زیاد به من یاد داد. وقت حضورم در سیتی برایم خیلی مفید بود و تجربه بزرگ شد. درخشش در بارسا. بارسا از بهترین باشگاه‌های دنیا است و رقابت در آن نیز بالا، ولی میخواهم به تیم کمک کرده و خودم نیز پیشرفت کنم. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.